رو نگاه میکنیم در رابطه با قتل سامی یتیم 18 ساله سوری تبار توسط پلیس. بله، و این هم حادثه ای بودش که تورنتو رو در حال تکون دادش در جولای 30 و هنوز که هنوز این مسئله ادامه داره. خشونت پلیس تورنتو و رئیس پلیسش آقای ویلیام بلر که سالهاست در مسند قدرت هستش و در حال همچنان بر این پست هست باعث شد خلاصه در حال تظاهرات بسیار زیادی هم شد. همه رسانه‌های اصلی به این مسئله پرداختن، چون نکته‌ای که هست البته آقای سامی یتیم بچه پیغمبر نبود، یه جوونی بود مثل هزاران جوون دیگه که مخصوصا تو این دوره زمونه دستش تو استریت کار تو قطار خیابونی که بوده دستش یک چاقو بوده، ولی موضوع این بودش که هیچ کس توی قطار نبوده، تو استریت کار نبوده و در هر حال اینا بدون اینکه در قطار رو ببندن، بدون اینکه سعی کنن تیزر به این آقا بزنن، پپر اسپری بزنن، 23 تا پلیس اونجا بودن و یک آقای پلیسی که اتفاقا سال گذشته هم 100 خورده هزار دلار حقوق گرفته بود، میبینید که یوی 9 تا تیر میزنه بهش. و ویدیویی که بعداً اومد بیرون نشون دادش که با 3 تا تیر اول این سامی یتیم میخوره زمین، یعنی دیگه چیز میشه میخوره زمین، و در حال بعد از اون هم تازه وقتی میرن تو تیزر میزنن، یعنی شوک الکتریکی وارد میکنن. این شوک های الکتریکی واقعا گاو از فیل و از پا در میاره، یعنی با چندین هزار ولتی که داره هر کی آدم قویه فیل هم باشه با 2 تا بزنن میخوابه، چه برسه میگه. در حال و نکته هایی که از سوالات بسیار زیادی مطرح شده، یکیش اینه که پلیس تورنتو، اول خب تورنتو استار که بارها در مورد مسائل نجات پرستی پلیس تورنتو نجات پرستی سیستماتیکش نوشته بود و اتفاقا پلیس بردش دادگاه ولی بعدا نتونستن و دراب کردن چارجشونو، ولی در حال داستانهای مستندی رو منتشر کردن. در حال نکته ای که هستش در مورد این آقا اینه که اون شب در فورتیورک، اونایی که دانتان تورنتو هستن میدونن اونور بترس و لکشور یک منطقه یه پارکیه و در حال اونجا یک پارتی بوده و 5000 تا 10000 تا جوان بودن و میدونستن که اونجا مواد مخدر مصرف میشه و در این حال مشروب هم مصرف میشه، و به طب برای کسانی که پلیس های دانتان که تو این زمین ها هستن باید بدونند که جوان‌ها تحت کنترل تحت تأثیر مواد هستند و در حال بایستی آموزش دیده باشند که بتونن این مسائل رو به خوبی حل و فصلش بکنن. در حال این قضیه ادامه داشتن که فردا صبحش بودش که سارا خواهر سامی یتیم
خودش تو خیابون یانگ با دوست دوستاش یه مقدار رفتن بالا پایین عصر رو و در حال در اعتراض کردن به خشونت پلیس و در جمعیت در حدود 1000 تا جمع شدن و تو خیابون دانداس تا محل قتل رفتند و برگشتن جلوی کلانتری 31 توی سر دانداس و یانگ. هرچند اون آقایی که شلیک کرد مال پلیس 14 بود توی خیابون کالج و اگر اشتباه نکنم آزینگتون باید بشه. در حال نکته‌ای که هست اینه که ببینید توی ایران قدیم حداقل اینجوری بودش، همین پاسبان‌ها مثل حسین پاسبان محله اینا یه روولور قرازه داشتن بیچاره‌ها، تازه تیراندازی هوایی هم که می‌کردن اولا کسی می‌خواستن بگن تیراندازی هوایی می‌کردن، بعدش هم با همین بعدش هم می‌زدن به پای طرف. تازه فکر نمی‌کنم تو ایران، من نمی‌دونم الان سال‌هاست که من نبودم نمی‌دونم چیه، ولی بعید می‌دونم که هنوز اینقدر تمرین تیراندازی کرده باشن. البته پلیس‌ها تو فیلم‌های تلویزیون که نشون میده سعی میکنن پلیس رو نشون بدن که خیلی تیراندازی نمیکنن، ولی من فکر کنم پلیس‌های زمان قدیم همون موقعی که پاسبانا که دوره آموزشیشون میرفتن همون تیراندازی میکردن دیگه، بعدش بعید میدونم دیگه تیراندازی کرده باشن. ولی پلیس‌های تورنتو، پلیس‌های اونتاریو، پلیس‌های کانادا اینا همه بهترین آموزش‌ها رو میبینن و اسلحه‌ای که الان دارن یکی از قوی‌ترین اسلحه‌هاست. اسلحه وقتی که شلیک میکنن اینا حالیشون نیست، واقعا نمیفهمم اینا وقتی که میزنن گوله، یک صاحب نظر اسلحه‌ای داشت بهم گفت وقتی میزنن گوله، گوله یکی هم که میره تو اونجا دوباره منفجر میشه و یه شوک هم خودش داخل چیز داخل وقتی به بدن میخوره ایجاد میکنه. در حال طبق کدای امنیتی پلیس‌ها حق دارن وقتی شرایط اضطراری بشه دو تا گوله بزنن، اونم به سینه به بالا، یعنی دقیقاً به مفهوم کشتن طرف، چون از یک نظرم درست میگن، میگن آقا جون ایمنی جون پلیس خودمون مهمتر از طرف مقابله، در حال خرجش کردن، در حال به اضافه اینکه جامعه در کنارشون بوده. البته هرچند بعد از جریان G20 به شدت اعتبار پلیس تورنتو و حتی پلیس‌های جاهای دیگه آسیب دیده، رئیس پلیس یورک به من میگفتش که بعد از این جریان ما خیلی ضربه جدی دیدیم و در حال مردم اون اعتمادی رو که به ما داشتن آنچنان ندارن. در حال پلیس تورنتو عملا با این به اضافه چند تا مسئله مهمه، اینه که بعد از 18 دقیقه که تازه میرن تو، تا 18 دقیقه تا زنگ هم نزده بودن که 911 یه دونه آمبولانس بیاد، خودشون میرن به طرف تنفس مصنوعی میدن. و در هر حال موضوع اینه که اتیتیود مهمه، این نگرشی که اینا هستن، مخصوصا به قول یکی از بیننده ها بود میگفتش که بعد از جریان 9/11 پلیس ها چه کانادا چه آمریکا و شاید کشور اروپایی نمیدونم، ولی دو این دو تا کشور بیشتر تمرینات میلیشیایی پارامیلیشا نظامی هم میبینن و به همین دلیل واقعا سعی میکنن، خیلی هاشون سعی میکنن در اولین فرصتی که هست فرصت بهشون گیر بیاد نشون میده که میزنن طرف رو بکشن. و برای یک کشوری مثل کانادا این اصلا قابل قبول نیست، برای یک شهر جهانی مانند تورنتو اصلا همچین چیزی درست نیست. من در جولای 2011 بود بعد از اینکه گزارش مستقل، حتی گزارش یک گزارش مستقل در اومد، یک گزارش پلیس در رابطه با خشونت پلیس تورنتو در جریان کنفرانس سران 20 کشور دنیا در تورنتو در 2010 انجام شده بود، اعلام کردن که پلیس تورنتو خیلی از قوانین زیر پا گذاشته و دستگیری های بی رویه، چارج های بی رویه. و در هر حال در اون زمان آقای ویلیام بلر سعی می کردش که، یعنی دقیقا مثل کشورهای دیکتاتوری سعی می کرد یک سری چیزها رو نشون داد، میگه ببینید زنجیر و این چماق و اینا رو ما از اینا گرفتیم، که بعداً مشخص شدش که بابا مثلا یه جریان دیگه بوده از یکی دیگه گرفتن ولی اینا رو آوردن تو اون صحنه که مردم رو تحت تاثیر قرار بدن و بگن اینا آنارشیست بودن. هرچند اونایی که آتیش زدن یک عده معدودی بودن و اونا آنارشیست بودند، ولی 100,000 نفر تو خیابون بودن، بیشتر از 100,000 نفر به گفته خود رسانه و اشکالشون آنارشیست نبودن، همه اومده بودن علیه بی‌عدالتی، علیه جنگ و شرایط بهتر اجتماعی برای همه، اقتصادی برای همه داشتن تظاهرات می‌کردن تو تورنتو. در هر حال
بلر قبول نکرد و یک نکته ای که از اینا 1000 نفر رو دستگیر کردن، 1000 نفر رو چارج کردن. از این 1000 نفر مثل اینکه اگر اشتباه نکنم در حدود 10 نفر رو تونستن اینا تو دادگاه ثابت بکنن که از اونم پلی گیلتی گرفتن که به عنوان متهم چیز کردن. یعنی نشون میده که همینجوری هیئتی گرفته بودن. و توی سال 2011 نوشتم که آقای تنها شرط اعتمادسازی اینه که رئیس پلیس تورنتو آقای ویلیام بلر استعفا بده. هرچند اون موقعش هم بحثش بود، ولی نکته ای که هست اینه که آقای ویلیام بلر به نظر میادش که اصلا علاقه ای نداره که استعفا بدن و تا وقتی که ایشون هستند این داستان ادامه داره. دوستان اگر یک ویدیویی هستش که ما در مراسم گرفتیم روزی که تظاهرات بودش و در حال همسایه ها میگفتند و اینا، و بذارید که تظاهراتی جلوی پلیس منطقه بودش. و منتظرن که تظاهراتی که داره صورت میگیره و از طرف دانداس و اسپاد اینا از طرف دیویژن 52 دارن میان اینجا حاضر هستن که ازشون فیلم برداری بکنن. بله، هم تظاهراتی بودش که روز فردای اون قتل توسط جوان‌ها برگزار شد و به اعتراض به خشونت پلیس. و نکته‌ای که هستش اینه که برای اولین بار خود آقای بلر اومدش و در حال گفتش که من کانسرن هستم روی این مسئله. به خانواده مقتول هم بعد از 2-3 روز زنگ زد و تسلیت گفت. ولی در حال ببینید، مثل همه جوامع دیگه اگر پلیس تو قدرت بمونه به مدت زیاد، ویلیام بلر اگه اشتباه نکنه از سال 2005 رئیس پلیسه، اونم بعد از اینکه آقای دالتون مگنتی اومد، چون دالتون مگنتی با جو فنتینو اون موقع اختلاف داشت و در حال ایشونو بله سمت چپ با ایشونو گذاشتش، اونوری هم نامردی نکردن برای اینکه حال دالتون مگنتی رو بگیرن. جناح مقابل جو فنتینو رو کردن رئیس او پی پی اونتاریو پلیس
رئیس پلیس اونتاریو کردن. جو فانتینو همین دو سال پیش هم بودش که شد همون شهروان شدش نماینده مجلس، الان وزیر سالمندان در کابینه آقای هارپر. آقای بلر در حال اومدش و در حال این بحثایی که دارن در مورد بودجه و این مشکلاتی که هستش، در حال به نظر میادش که ایشون صلاحیت ادامه ریاست پلیس تورنتو رو نداره، به اضافه که ریاست پلیس تورنتو وقتی کسی که زیاد توی قدرت بمونه عملا فساد میاره و حتی تو کشورهای دموکراتیکی مثل کانادا، و بهتره که واقعا یک زمان محدودی برای همون دوره 5 ساله که قرارداد داره شهرداری تصویب میکنه داشته باشن. در حال سمیتیم سرنوشت هزاران مهاجری است، از جمله بسیاری از ایرانی های خودمون که با هزاران آرزو میان و بچه هاشون رو میارن کانادا یا آمریکا، و نکته ای که هست اینا فکر میکنند که فقط چون به صرف اینکه بیان کانادا بچه ها آینده بهتری خواهند داشت، در صورتی که اگر یک سری به زندان ها بزنیم بچه های ایرانی که تو زندان ها هستند کم نیستند. در حال امیدواریم که یک بتونیم یک بخشی از این زندگی اینها را ما به تصویر بکشیم. در حال حواسمون بایستی به نسل جدیدمون باشه، به جوانامون باشه. در حال اون پلیسی هم که زده فعلا از کارش با البته بهش در حقیقت مرخصی دادن، گفتن برو خونه تا پول بدن. نکته ای که هستش میگم نبایستی فراموش کرد اینه که نمیخوایم یک طرفه به قاضی بریم. اگه برنامه بعدی هم نشه دوست داشتیم خطا رو باز کنیم که شما هم نظرات شما عزیزانم بشنویم. ولی اتیتیود بسیاری از پلیس ها واقعا، چون هنوز هم که هنوز متاسفانه این اتیتیود قدرت داره، اسلحه قدرت میاره و اکثرشون هم سفید پوست هستن، اتیتیود نژاد پرستانه سفید پوستانه همچنان، هرچند غیر قانونی است، ولی همچنان در سری یک سری از لایه ها رو شما میشه ببینی و در هر حال زمان میبره، نیاز به کمک همکاری مردم داره، ولی در حال نیاز به اعتماد سازی داره. و همونجوری که عرض کردم شرط اعتماد اینه که آقای ویلیام بلر استعفا بدن. من بحثم رو میخوام قبل از اینکه تمامش کنم بگم که آقای اندرو مارین بازرس اونتاریو، آبدازمن اونتاریو، فرداش مصاحبه داشت با سی بی سی و اعلام کردش که من شوک شدم و گفتش که آقا پلیسا بد نیست بدونید، پلیسای اونتاریو وقتی که تیراندازی میکنن یک نهاد مستقلی از اس آی یو، بازرسی ویژه، تحقیقات ویژه، اونا میان هر چیزی که هر جایی که پلیسا درگیر شده باشن یا بر اثر کار اونها کسی زخمی شده باشه تحقیق میکنن. تا اونجا که من میدونم هنوز هیچ پلیسی چارج نشده و آندره مارین هم گفتش که اصولا پلیسا همکاری نمیکنن. یه نمونهش اینه که دفترچه‌شونی که اونجا باید بنویسن که چه جایی اونو نمیدن. تا قبل از اینم یه رکامندیشنی بهشون پارسال داده بودن که یک اینکواری بودش، یک کمیسیونی بود، برای کمیسیون به این نتیجه رسیدن که بایستی تحقیق بکنن. و چون ببین همونی که همه افسرهایی که درگیر بودن توی یک ماجرا، مثلا توی مثل این جریان 22 نفر هستن، هر 22 نفر وکیلشون یکی بود و قبل از اینکه حرف بزنن به نماینده SIU اینا قبلا با وکیل صحبت میکردن، یعنی وقتی که میومد بیرون مثلا 22 نفر حرفاشون یکیه. خب این به یک نوعی پوشش بر حقیقت و اجازه نمیداد که حقیقت بیاد بیرون. و به طب خب همشون هم هوای همدیگر رو داشتن به طب و در تمام مسائل تیراندازی ها تبرئه میشدن. همین چند سال پیش بود که یه دونه آدمی رو که مریض یک چینی تباری رو که بیمار روانی بود، در حال از این به قول معروف اتوبوس بودونم همینجور چاقو داشتش که هم تو اتوبوس نبود، اینا رفتن تو زدن کشتنش. در حال البته خب خیلی سخته، باید جای پلیسا باشیم تا تصمیم بگیریم واقعا تو اون شرایط چی است. ولی من یک سوال دارم، اینی که واقعا پلیسا هستن، آتش نشانی ها هستن، ارتشی ها هستن، اینا وقتی میرن تو خدمتشون میدونن که جونشون در خطره و کارهای بسیار ارزشمندی است و باید مورد احترام هم قرار بگیرن. ولی فرق اینا با ما چی چیه؟ اینا که این همه اسلحه دارن، بکاپ دارن، این قرار باشه 22 نفر آدم بزنن از فاز، هنوز چی نشده تو یه دقیقه بزنن یکی رو بکشن.
خب واقعا میشه به اینا اعتماد کرد؟ واقعا میگن نوشتن سرو تو سرو اند پروتکت، تو سرو اند پروتکت هوم، چون موضوع اینه که در شرط بحرانی که مشخص میشه که آیا پلیس صلاحیتشو داره یا نداره. مگر در شرایط خوب که خب دیگه همه به قول در شرایط شادی خیلی خوبه. در ضمن آقای مخروج هم که یک هندی تبار هستن و رئیس کمیسیون مثلا کمیسیون همین پلیس هستن، همین امروز دیدم که 3 ساعت پیش دونه الان دیدم 3 ساعت پیش تو گلوبند میل نوشته بود و نوشته بودش که آقا ما سوالات زیادی هست که بایستی جواب بدن. ولی من یک توصیه دیگه دارم به آقای بلر، چون مشخصا خیلی از ایرانی‌ها اینو نمی‌دونن، آقای بلر که اونقدر برعکس اون که ادعا می‌کنند با اون همه پلیس و اون همه بودجه‌ای که دارن، بعد نیست بدونید که دو تا از ایرانی‌ها در چند سال گذشته به قتل رسیدن. یکیشون زنده یاد جوان ایرانی سروش یداللهی بودش که اگر اشتباه نکنم 2004 یا 2005 بود که با گوله در محل دانشکده سنیکا در اسکاربورو کشته شد و هیچ وقت نتونستن قاتلش رو پیدا بکنن و هیچ چیزی هم ندارن. یک مورد دیگه هم بود، یک ایرانی در جلوی کلابی کشته شد و قاتلش رو پیدا نکردم اگر اشتباه نکنم میسم بود. خب آقا اگه قراره که شما هر کی جنایتکار باشه شما بتونید بگیریدش که اینو همه میتونن بگیرن دیگه. هنر اونه که کسی رو بتونید انقدر کنترل داشته باشید که اگر کسی رو زدند بتونید اینو دستگیر کنید. بنابراین بیشتر از این نمیخوایم وارد این بحث بشیم. فکر میکنم که زمانشه که رئیس تازه نفستری و رئیس با صلاحیتتری به اداره پلیس بیان. امیدواریم فردا به ما جریمه ندن. در حال ما توی حالتش کمتر توم میدیم ولی کلن دیگه در حال بعدشون نمیاد یک حالی بگیرن از اونهایی که انتقاد میکنن ازشون. اینجا هم مثل همه جای دنیا اگر انتقاد بکنید حتما سعی میکنن یک جوری از طریق قانونی، البته مثلا یه جا پاتو بذاری اونور خط بدن میگن ها پاتو گذاشتی اونور خط. در حال ولی خب ضرورت داره که مردم رو آگاه رسانی کرد و اطلاع رسانی کرد و در حال اونجایی که کار پلیس خوبه ما حمایتشون میکنیم و اونجایی هم که مثل امروز کارشون خشونت بیش از حده به شدت محکومش میکنیم.